جواب منفی ایران به پیشنهاد اروپا برای مذاکره مستقیم با آمریکا. وال استریت ژورنال میگوید تهران میخواست در گام اول بعضی از تحریم ها لغو شود. در 60 دقیقه امشب از یک کارشناس مسائل هسته ایران میپرسیم چرا مقام های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کردند. در ادامه برنامه امشب، یک سال از توافق صلح آمریکا و طالبان گذشت، توافقی که دولت افغانستان میگوید به نام افغان ها بوده اما به کام خارجی ها. دولت جدید آمریکا با توافقی که نتوانسته از جنگ و خشونت در افغانستان بکاهد چه خواهد کرد؟ این سوال را از یک تحلیلگر ارشد در آمریکا میپرسیم. از سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درباره افزایش خشونت ها میپرسیم و از میزان پایبندی آنها به توافق. چیزی که در توافقنامه آمده، ما به او متحد هستیم، به او ملتزم هستیم، به او تعهد خود به همه به میان گذاشتیم و به اثبات رسان. مذاکرات بین الافغانی یکی از مفاد توافق بود، اما گفتگوها ماهاست که به بن‌بست خورده. دلیلش را از یک مذاکره کننده دولت افغانستان میپرسیم. طالبان آمادگی لازمه برای حل مسئله افغانستان از طریق مسالمت آمیز ندارد. آخرین برگه عزیزی خادم. و پایان رقابت بر سر ریاست فدراسیون فوتبال ایران، شهاب الدین عزیزی خادم رئیس شد، علی کریمی اما گفت انتخابات مهندسی شده بود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گفته که ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده، اتفاقی که باعث شده احتمال بالا گرفتن تنش‌ها بیشتر شود. پیش از این اروپا خواهان شرکت آمریکا به عنوان میهمان در نشست 4+1 شده بود، نشستی که فعلا روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان جزء آن هستند و آمریکا بعد از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای در آن عضویت نداشت. انتظار می رفت که با به قدرت رسیدن جو بایدن فضای خصمانه میان ایران و آمریکا به طرف مذاکره تغییر کند، ولی یک هفته اخیر بیشتر از مواجهه شنیده شده تا گفتگو. به یک پایگاه آمریکایی در اربیل عراق حمله شد و متعاقب آن به نیروهای طرفدار ایران در سوریه. آیا ایران از مذاکره سر باز می‌زند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول همکارم کسرا ناجی اینجاست، گفتگوی داریم در این زمینه. چه اطلاعاتی داریم؟ چی میگه وال استریت ژورنال در این مقاله؟ این گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال، خبرنگارش لارنس نورمن که خبرنگار مستقر در بروکسل نزدیک با دیپلمات‌های اروپایی، امروز گزارش داده که دو دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفتن که ایران اطلاع داده که در این مذاکرات پیشنهادی آقای بورل، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت نمی‌کنه. گفته تنها موقعی شرکت می‌کنه که اول آمریکا تضمین بده که بعد از این جلسه بعضی از تحریم ها رو برخواهد داشت. فراموش نکنیم که آقای بورل پیشنهاد کرده بود که جلسه ویژه وزرای 5+4+1 باشه با ایران، و در این جلسه که قرار بود در روزهای آینده برگزار بشه آمریکا به عنوان مهمان شرکت کنه. آمریکا گفته بود که شرکت خواهد کرد، اما حالا میشنویم که ایران گفته که شرکت نخواهد کرد. اما دیپلمات ها امیدشون رو از دست ندادن، میگن شاید ایران میخواد این کارو بکنه، این کارو نکرده، یعنی نمیخواد به این مذاکرات بیاد به خاطر اینکه میخواد در مذاکرات آینده دستش قوی تر باشه. ولی به هر حال وال استریت ژورنال میگه که در کوتاه مدت حداقل تنش بین ایران و غرب به خاطر این تصمیم آمریکا بیشتر خواهد شد. اروپا در چه موقعیتی قرار میگیره؟ ما مدتی قبل از خود آقای ظریف شنیدیم که او خواهان این بود که اروپایی ها میانجیگری کنند و حرفش این بود که اگر میانجیگری صورت بگیره ایران از گفتگو بعدش نمیاد. خب همین قبلا همین آقای ظریف گفته بود که ما نبودیم که مذاکرات رو ترک کردیم، ما همیشه پای میز مذاکرات بودیم. بنابراین امروز که میگن ما به این مذاکره نمیایم، یک جوری خودشون رو دارن در موضعی قرار میدن که ایرانه که پای میز مذاکره نمیاد، ایرانه که منطقی عمل نمیکنه و این ایران رو منزوی تر خواهد کرد.
ممنونم از همکارم کسرا نایجی اینجا در استودیو. همونطور که کسرا هم اشاره کرد، وال استریت ژورنال گفته از قول دو منبع که گویا ایران موافقت نکرده با اینکه آمریکا در گفتگوهای 4 به اضافه 1 باشه. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که زمان برای برگزاری جلسه غیررسمی پیشنهادی بورل مناسب نیست. آقای خطیب زاده گفته که مسیر پیش رو بسیار روشن است. آمریکا باید به تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه خود خاتمه بدهد و به تعهدات برجامی بازگردد. این نه به مذاکره نیاز دارد نه به قطعنامه شورای حکام. مارک فیتز پاتریک، کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای فیتز پاتریک، چی فکر میکنید؟ آیا اینطور به نظر میاد که ایران تمایلی به مذاکره نداره و داره تفره میره؟ نه، من فکر میکنم ایران علاقمنده به مذاکره، اما نمیخوان اینطور به نظر بیاد که دارن تسلیم میشن در شرایطی که فکر میکنن در IAEA هم تحت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم شرایط سختی براشون به وجود اومده. یک تعادل خیلی سختی الان ایران باش مواجه هست، هم در مورد مذاکرات و بعد در مورد آژانس. ولی فکر میکنم این عواقب بسیار بدی برای ایران خواهد داشت، عواقب باعث منزوی شدن اونها میشه و به کمک خواهد کرد به آقای بایدن که موضعی رو که میخواسته بسازه با بقیه متحدانش بتونه به اون برسه. اگر اینطور باشه که ایران سرسختی نشون بده، بایدن در چه موقعیتی قرار میگیره؟ آیا او بیشتر متمایل است که امتیاز بده با ایران یا اینکه نه، او هم ممکنه که سیاست سرسختانه تری رو دنبال بکنه؟ فکر میکنم در این مورد در دولت آقای بایدن هم بحث زیادی هست که آیا میخوان برخی از تحریم ها رو اول بردارن. احتمالات و شرایط متفاوتی هست، تحریم هایی که در نهایت میتونه اگه برداشته بشه میتونه باعث بشه که ایران MPT رو قطع نکنه. ممکن هست که مثلا اجازه بدن که ایران بخشی از دارایی های بلوکش شده خودش رو در کره جنوبی به دست بیاره. ممکن هست به ایران اجازه بدن که یک وام 5 میلیارد دلاری دریافت بکنه از IMF. و اقدامات زیادی وجود داره که میتونن انجام بدن، ولی هیچ کدوم از اونها الان انجام نشده. هستن کسانی در داخل دولت که از آقای بایدن میخوان که انعطاف بیشتری نشون بده، اما در عین حال نقطه مقابل اون هم هست، برای اینکه ایران در حال حاضر داره طرفی به نظر میرسه که اصلا دلش نمیخواد حرف بزنه، حتی نمیاد صحبت بکنه. این خیلی استراتژی بدی هست به لحاظ در شرایط بین المللی که ایران در پیش گرفته. در گذشته آمریکا میگفت که اگر ایران پای گفتگو حاضر نشه همه گزینه ها روی میزه. آیا همچنان برای آمریکا همه گزینه ها روی میز هست؟ ببینید، این اصطلاح احمقانه ایه که گاهی اوقات استفاده میشه، واقعا معنی نداره. همه گزینه ها به این معنی میتونه باشه که بریم جنگ کنیم. نه، دولت بایدن به هیچ عنوان نمیخواد وارد جنگ با ایران بشه. فقط در حالت این ممکنه اتفاق بیفته که ایران واقعا یک قدم نزدیک بشه به تولید سلاح هسته‌ای، اون وقت ممکنه که ایران آمریکا حمله بر علیه تاسیسات هسته‌ای آمریکا انجام ده. این چیزی نیست که در چندین هفته آینده ممکنه اتفاق بشه. گزینه ها اینه که احتمالاً یک شرایط سختری خواهد بود، تحریم های سختری ممکنه پیش بیاد اگر ایران همچنان توافق هسته‌ای رو زیر پا بگذاره و تعهداتش رو کمتر بکنه و حاضر نشه همکاری بکنه با IAEA در مورد اقدامات پیشین خودش، اون وقت فاصله بیشتری از برجام بگیره.
دلایل زیادی وجود داره که دولت بایدن بخواد تحریم‌های تازه‌ای بذاره علیه ایران، برای اینکه میخواد به توافقی برسه و ایران شرایط رو سخت‌تر کرده برای این مسئله. ممنونم از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ما. یک سال بعد از توافق آمریکا با طالبان، سرنوشت روند صلح افغانستان نامعلوم است. در آمریکا دولت تغییر کرده و تیم جدیدی بر سر کار آمدند. در افغانستان خشونت و خونریزی بیشتر شده و در دوحه گفتگوها چندان پیشرفتی نداشته. زمان البته به سرعت در حال گذرشت و بر اساس توافق سال گذشته نیروهای آمریکایی باید تا یک ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. جو بایدن در آستانه انتخابی سخت است. اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند، دولت مرکزی دوام خواهد آورد. اگر هم نه، در آن صورت چیزی از گفتگو و توافق باقی میماند. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از علی حسینی در کابل. در دسامبر سال 2019 در حمله طالبان یک سرباز آمریکایی کشته شد و تعداد سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ افغانستان به دست کم 2216 نفر رسید. در همان زمان در دوحه قطر 14 ماه از آغاز مذاکراتی برای صلح بین طالبان آمریکا گذشته بود. در حدود 1.5 سال دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی دست کم 11 دور روبروی نمایندگان طالبان نشستند تا در اینجا 29 فوریه یک سال پیش حکومت دونالد ترامپ دست دشمن 20 سالش را بفشارد. دو طرف توافق کردند که طالبان نگذارند از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش استفاده شود و با گروه‌هایی چون القاعده رابطه‌شان را قطع کنند. برنامه خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان تا ماه می انجام شود. مذاکرات بین الافغانی در 10 مارچ 2020 آغاز شود و موضوع آتش بس در این مذاکرات مورد بحث قرار گیرد. طالبان میگویند با هیچ جنگجوی خارجی رابطه ندارند و خشونت‌ها کاهش یافته و ادعای خلاف این بهانه‌جویی برای ادامه جنگ است. آمریکا و ناتو اما میگویند طالبان به تعهدات خود عمل نکردند. طالبان بعد تعهدات خود برای کاهش خشونت و دست کشیدن از روابط با القاعده عمل نمی‌کنند. تا زمانی که آنها بعد تعهدات خود عمل نکنند، خیلی دشوار است که مذاکرات به نتیجه برسد. حکومت افغانستان که از همان ابتدا به توافقات آمریکا و طالبان دلخوش نبود، به نظر می‌رسد به خلأهایی که گروه مطالعات افغانستان متشکل از سیاستمداران و نظامیان سابق آمریکا بان اشاره کرده، مهر تایید می‌زند. خلأ کلان اول، طالب گفته ما تروریست نیستیم و با تروریست‌های جهانی رابطه نداره. ما بر از این که راستی سنج در بین داشته باشیم یا اصطلاح از اونا وریفیکیشن، ما یک میکانیزم راستی سنجی در بین نداریم. طالب میگه ما با القاعده نیستم، در حالی که پس از اعلامیه طالبا ما 3 رهبر القاعده را در درون قرارگاه طالبا در غزنی و هلمند از بین بردیم. در مارچ 2020 هیئتی از طالبان برای نظارت بر رهایی زندانیان این گروه به کابل رفت. بیش از 5,500 جنگجوی گروه طالبان و 1,000 نیروی امنیتی دولت بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان آزاد شدند. خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن نیز باید در مدت 14 ماه صورت بگیرد. در حال حاضر 2,500 سرباز آمریکایی و حدود 7,500 سرباز از 35 کشور دیگر در افغانستان باقی ماندند. بعید به نظر می رسد این موارد از توافقنامه در زمان معین آن تا 2 ماه دیگر عملی شود. با آمدن جو بایدن به کاخ سفید، صحبت از بازنگری توافقنامه این کشور با طالبان شده و وزیر دفاع آمریکا هم گفته خروج عجولانه و بی‌نظمی نخواهند داشت.
ناتو هم گفته نیروهای این سازمان افغانستان را پیش از زمان مناسب ترک نخواهد کرد. در 12 سپتامبر 2020 مذاکرات صلح افغانستان با حضور هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان با تأخیری 6 ماهه آغاز شد. یکی دیگر از موارد توافقنامه بین دو طرف. در 6 ماه گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات بین دو طرف دیده نشده، جز اینکه دستورالعمل مذاکرات مشخص شده و موضوعات آن هم پیشنهاد شده، کاری که به گفته یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده نهایتاً باید در 1 هفته انجام می‌شد، نه 6 ماه. درباره آتش بس نیز هنوز هیچ حرفی زده نشده، فقط پیشنهاد شده که بخشی از مذاکرات باشد. 1 سال پیش در آستانه امضای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، آتش بس 1 هفته‌ای امید را در دل بسیاری از افغان‌ها زنده ساخت. اما هرچه از آن زمان گذشته، این امید کمرنگ‌تر به نظر می‌رسد. علی حسینی، BBC، کابل. اندرو واتکینز، تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان در گروه بین المللی بحران با ما هستند. آقای واتکینز، شما مقاله نوشتید، در مقاله خودتون گفتید که بایدن باید هرچه سریعتر تن به انتخابهای سخت بده. چه انتخابهایی؟ دولت بایدن با گزینه‌های سختی مواجه است، اینکه حضور نظامی خودش رو در افغانستان به حضور نظامی خودش ادامه بده، یا اینکه اون توافقی رو که با طالبان 1 سال پیش امروز امضا کرد اون رو به انجام برسونه که در اون خواسته شده بود تمام نیروهای بین‌المللی از تاریخ 1 می افغانستان رو ترک بکنن. دولت بایدن داره اون تعهدات رو که با اون در اون توافق انجام داد انجام میده و از خودش میپرسه که آیا شرایط در افغانستان واقعا در جایگاهی هست و شرایط درستی هست که اونها نیروها رو خارج بکنن، یا اینکه و شرایط صلح پایداری رو اونجا به وجود بیاره. اگه نیروهای خارجی در پایان ماه آوریل، یعنی 1 ماه دیگه، خارج نشن، خطر از بین رفتن و فروپاشی توافق دوحه وجود داره؟ بله، همینطوره. اینها گزینه‌های سخت دولت آقای بایدن است. اگر نیروها تا تاریخ می ترک بکنن افغانستان رو، اون وقت نیروهای افغان که کاملا وابستند به نیروهای بین‌المللی، اون وقت با یک طالبان بسیار قوی و مغروری مواجه خواهند شد که اون وقت این کشور رو به سمت خشونت بیشتر خواهد بود و شاید به سمت جنگ داخلی. ولی اگر آمریکا و دیگر شرکای بین‌المللی اون در کشور بمونن، طالبان و خیلی به روشنی گفتن که این رو به عنوان رد کردن اون توافق می‌بینن و خشونت‌ها رو بیشتر می‌کنن. دولت بایدن به نظر میرسه که با طالبانی مواجه هست که آماده است که خشونت‌ها رو افزایش بده، حالا هر اتفاقی که بیفته. در این صورت دولت آقای بایدن چه کار باید بکنه؟ چه گزینه‌ای پیش روی آقای بایدن هست؟ از اونجا که به نظر میرسه بعضی از بازیگران در افغانستان خشونت رو به هر حال میخوان افزایش بدن، دولت بایدن برای خودش یه تعهدی رو میبینه که شرایط رو عملا آرامتر بکنه و جنگ رو تمام کنه. تمام کردن جنگ چندان راحت نیست، شرایط ساده‌ای روی زمین نیست. افغان‌های زیادی، هم نیروهای نظامی و هم غیر نظامی، همچنان هر روز دارن جان خودشون از دست میدن. بنابراین دولت آقای بایدن یه وظیفه‌ای داره که جنگ رو، آتش جنگ رو پایین بیاره و این رو باید از طریق مذاکره انجام بده. این به این معنیه که دولت آقای بایدن باید راهی پیدا بکنه و با طالبان وارد مذاکره بشه و اونها رو تحت فشار بذاره و از اونها بخواد که با دولت افغانستان وارد مذاکرات جدی بشن و فقط شرط این رو نداشته باشن که نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج بشن.
ممکنه که آمریکا به دنبال ایجاد یک دولت موقت یا یک دولت انتقالی باشه که طالبان رو راضی بکنه. There has been discussion of بحثایی در مورد دولت موقت بوده، به خصوص در مجامع سیاسی افغانستان. بعد از اینکه زلمه خلیزاد نماینده آمریکا در افغانستان در ماه ژانویه اونجا اومد و گفت که احتمالات زیادی در مورد مذاکرات صلح با سیاستمداران افغان وجود داره و اونجا مسئله دولت موقت رو مطرح کرد، این مسئله پیش اومد. ولی دولت آمریکا بارها و بارها مشخصا گفته که این مسئله، یعنی دولت موقت، به هیچ عنوان به نفع دولت افغانستان و همینطور آمریکا و همینطور برای صلح خوب نیست. این مذاکراتی که به خصوص در طول چند سال گذشته، در یک سال گذشته با سیاستمداران افغانستان پیش گرفته شده، مشخص کرده برای آمریکا که این کار، یعنی دولت موقت، میتونه بسیار خطرناک باشه برای کشور افغانستان. ممنونم از اندرو واتکینز، تحلیلگر ارشد در مؤسسه بحران از واشنگتن با ما. گروه طالبان میگوید به همه تعهداتش عمل کرده و هشدار داده که اگر نیروهای آمریکایی در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، نقض توافق است و پیامدش به عهده آمریکا خواهد بود. خبرنگار ما داوود قاری‌زاده در گفتگو با محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، پرسیده که خود این گروه چقدر به تعهداتش عمل کرده که از آمریکا میخواهد به تعهداتش پایبند بماند. در رابطه می خواهم بگویم که امارات اسلامی افغانستان الحمدلله تعهدی که رسپورت به مو اساس معتقدات ما، به اساس نصوص قرآن کریم و حدیثی که در رابطه بسیار حدیث مکرمه پیغمبر صلی الله علیه و آله در رابطه ما تعهد بالکل کامل داشتیم. مثلا ما میتونیم در رابطه یادآوری کنیم در توافقنامه آمده که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور و بر استقلال نمیگردد. تا هنوز به این رابطه هیچ کدام تخطی صورت نگرفته، ولی هنوز بسیاری معتقدند، از جمله خود آمریکا، گفته که شما هنوز رابطه تیزون را با القاعده حفظ کردید. ما عرض داشتم در توافقنامه چیزی که آمده که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استخدام نمیگردد. این تعهد ما ملتزم هستیم. تا هنوز هیچ کدام در این رابطه کدام تخطی صورت نگرفته. هیچ کس نمیتونه بگه قطع رابطه با شبکه‌های تروریستی یک بخش دیگه از این توافق شما با آمریکا بوده. در هیچ جای توافقنامه کلمه تروریست و چیزا نامده. چیزی که در توافقنامه آمده، ما به او متحد هستیم، به او ملتزم هستیم، به او تعهد خود به همه به میان گذاشتیم و به اثبات رساندیم. نقطه دوم، آیا شما هنوز با القاعده ارتباط دارید یا ندارید؟ ما گفتم چیزی که ما توافق کردیم، توافق با مو توافق التزام داریم. در توافقنامه را شما اگر باشه بخوانید ببینید که در توافقنامه چی است. ما با متحداتی که سپردیم، با تعهدات خود ملتزم هستیم، با او از اون کدام تخطی صورت نگرفته و در همه ملتزم باشیم. این یک تعهد ما بود. تعهد دیگر ما این بود که او تعهد اصلا مشترک بود. او تعهد این بود که همه جهت های داخل که در قضیه افغانستان یا در جنگ افغانستان داخل هستند، آنها کوشش میکنند که سطح عملیات را کاهش بدهند. ما در این رابطه عملا ثابت ساختیم و ایرا همه به همه هویدا و واضح هست. پس از توافقنامه دوحه هیچ ما عملیاتی برای مراکز بزرگ استخباراتی و نظامی دشمن که سابق می داشتیم در اونجا توقف شد. همچنان عملیات استشهادی فدایی ما که به شکل مسلسل دوام داشت او متوقف کردید. سلسله سقوط ولایت ها که ولایت قندوز و غزنی و فرا و روزگان نام برده بتانیم، او دوام داشت او متوقف کردید. حملات بر مراکز ولایت بزرگ، ولایت مراکز ولایت ها و همچنان حملات بر مراکز ولسوالی ها این متوقف کردید. شما میگین که حملات متوقف شده یا کاهش یافته، ولی برعکس ارزیابی ها نشان میده که حملات به شدت افزایش یافته در یک سال گذشته که از امضای توافق شما با آمریکا میگذره. نشست های با خارجی ها داشتیم، آنها این را قبول کردند و میگن که بالکل درست است چیزی که شما میگین، در این رابطه می عملیات متوقف گردیده. در این رابطه یک کاهش بسیار قابل نظر در میان آمد. البته ممکن است حملات انتحاری کاهش پیدا کرده باشه و همینطور حملات بزرگی که شما میگین در ولایت مختلف شما متوقف کردید، ولی حملات به شیوه های دیگه همچنان ادامه پیدا کرده و تعداد زیاد هم قربانی گرفته از غیر نظامیان. من عرض داشتم یه ما بگیم که اگر این عملیات متوقف شده باشه، این کاهش شمرده میشه یا نمیشه؟
اگر کاهش شمرده میشه پایان عملا سر از عمل صورت بگیره. یکی این که چرا تعانود مشکلات وجود داره این بحث جدا است. این رابطه ما باید برداشته باشیم که طرف مقابل به اساس همین توافق که آمریکایی ها و خارج دیگه خارجی ها و اداره کابل عملیات شبانگاه را انجام نمیدهد و بر عملیات طیاره های بدون سرنشین را نمیکنند، بمباردوان نمیکنند، حملات جمیرا نن متاسفانه به این التزام نداشتند. طبعا که از یک طرفی عملیات دوام داشته باشه و تعهد سپرده شده باشه که عملیات آنها انجام نمیدهد، باز انجام میدهد، دیگه در مقابل از او عکس العمل نباشه. هر کس از حق از خود حق دفاع را داره. اینو ما نمیتونیم بگیم که آنها بمباردمان دوام بده و عملیات شبانگاه انجام دوام بده و مردم بکشه و سر قریه ها و سر خطوط مجاهدین حمله ها انجام بده، شما آرام شیشته باشیم. این طبیعی است که از یک طرف مشکلات ایجاد بشه، طرف مقابل از خود دفاع دفاع بکنه. دولت آلمان اخیراً اعلام کرد که اوضاع در افغانستان خوب نیست که بتونه نیروهایش از این کشور بیرون کنه. بنابراین تصمیم گرفته ممکن تا حدود 10 ماه دیگه در افغانستان حضور داشته باشه، که خود از این به نحو نشان دهنده از این که شما به تعهداتتان عمل نکردین و خشونت ها کاهش نیافته. در این رابطه ما بگم که دو نقطه است. یکی ای که قوات های خارجی در این رابطه در تعهدنامه این موضوع خلاص شده، در اونجا فیصله شده که قوات های خارجی به اساس توافقنامه که وقت مشخص شده به اون وقت میبرند. یک در رابطه در این که آنها کدام کسی از یا کدام طرف آنها ملاحظات داشته باشند، در این رابطه ما نظر خود را گفتیم که در این رابطه چیزهایی را که ما انجام دادیم عملا ثابت کردیم. اما این که طرف مقابل مشکلات ایجاد میکنه و شما دیدین شاید شنیده هم باشین، آنها از طرف مسئولین ارگ بار گفته شده که قوات های خارجی باید بیرون نشوند و بر منافع شخصی آنها در خطر هستند و اهداف یضا مشترک هستند. به این اساس آنها می وضعیت را یک قسم غیر جنجال ایجاد میکنند تا به خارجی ها نشان بدهند که اینجا مشکلات است و اینجا شما نبرایید. دیگه او به این اساس است، او مشکلات به او میگردد. آمریکا هم در این حال سرگرم بررسی توافقش با شما هست، دولت جدید آمریکا. اگر تصمیم بگیره که بیشتر در افغانستان بماند چیکار میکنه؟ نقض توافقنامه باز چی معنا داره؟ یک کس توافقنامه را نقض میکنه، تعهدات را که سپرده به او التزام نمیداشته باشه، دیگه واضح هست که مشکلات هر کس که ایجاد میکنه باز تحمل نتایج هم به او میگردد و میباشه. از طرف ما کدام مشکل نیست، ما با تعهدات خود ملتزم هستیم، چیزی را که تعهد سپردیم به او التزام داریم. اما این که یک کس میاد توافقنامه را نقض میکنه، تعهدات خود التزام نمیداشته باشه، این خب واضح هست، باز از هر نگاه از هر اصول ببینیم که این باز کار درست نیست. یعنی شما میخواید حملاتتان را علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان از سر بگیرن؟ ما 20 سال از ملت خود دفاع کردیم، از کشور خود دفاع کردیم، از استقلال خود دفاع کردیم. در این راستا ما از ملت خود، از کشور خودش، از حقوق خودش، از ارزش‌های خودش طبیعی است که ما دفاع میکنیم. ما به هیچ کس نمیگذاریم که بر ملت ما، بر کشور ما، بر ارزش‌های ما را زیر پا کنه. این مسئولیت ما است، مسئولیت ایمانی و مسئولیت وجدانی و مسئولیت انسانی و مسئولیت اسلامی ما است که از خاک خود، از مردم خود، از ملت خود دفاع بکنیم. گفتگوی همکارم داوود قاری‌زاده بود با محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر. گفتگوهای صلح 6 ماه پیش شروع شد ولی چندان پیشرفتی نداشته. از عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، پرسیدم که چرا این گفتگوها تا این اندازه کند پیشرفته و دستاورد کمی داشته. دلیل اصلی عدم پیشرفت در مذاکرات دوحه برای مسئله برمیگرده که طالبان آمادگی لازم برای حل مسئله افغانستان از طریق مسالمت آمیز ندارد. طالبان میگن که طرف مقابل اراده کافی نداره. ما آماده هر گونه بحث هستیم، ولی جانب طالبان از خود اراده را نشان نمیدن و دلیلی از این هم برمیگرده به دو تا موضوع. یکی ای که فکر میکنن که در جبهات جنگ دست بالا دارن و می توانن از طریق نظامی قدرت در افغانستان به صورت انحصاری قبضه بکنن. و موضوع دوم؟ و دوم قرارداد دوحه است که برای جانب طالبان یک روحیه کاذب داده و هورا یک پیروزی بسیار کلان و یک شکست برای امریکا تلقی میکنن و فکر میکنن گام بعدی او خواهد بود که امریکا طالبان را به عنوان زمامدار افغانستان بپذیرد. آقای منصور،
ولی طالبان میگن که هیئت مقابلشون استقلال کامل رو ندارن، دوچار اختلاف هستن، سر هر مسئله باید با ارگ مشورت بکنند. ما در هفته های گذشته هم صداهایی رو از هیئت داخل افغانستان شنیدیم که مثلا به صورت مستقیم از رئیس جمهوری افغانستان انتقاد میکردن و میگفتن که به عنوان مثال اشرف غنی آینده سیاسی نخواهد داشت. بحث اینشان بیانگر آزادی هیئت دولت افغانستان است. اون چیزی را که شما اشاره کرده نه دلیل وابستگیشان. ما از یک نظام نمایندگی میکنیم، نه از کدوم فردی. من عضو حکومت نیستم و همه میدانند که در انتخابات پسین هم جز هواداران دکتر اشرف غنی نبودیم. اما طرفدار محکم حفظ نظام هستم. امانند من بقیه همکاران من در اینجا هستن. هر کسی که خود در چارچوب نظام ببینه مجبور است و لازم است و واجب است با جناح‌های مختلف، با پارلمان، با وزارتخانه ها، با نهادهای ظلمای دینی، از نهادهای طرفدار حقوق زن، رسانه ها باید مشورت بکند، از اونا اجازت بگیرد. ما که طبعا با گروه با یک گروه کوچک جنگی فرق میکنیم. ما در برابر مردم ما، در برابر نهادها، در برابر مؤسسات مدنی پاسخگو هستیم. خب آقای منصور، فکر نمی کنید که برای وقت کشی فرستاده شدید؟ در این درست که شما ارتباط خاصی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ندارید، ولی این هیئت به گونه ای چیده شده که صدای واحدی از اون بیرون نمیاد. من فکر نکنم چنین چیزی باشه. تا جایی که من شاهد هستم و از نزدیک میبینم، ما در عین حال که اختلاف نظر داریم و باید اختلاف نظر باشه، دموکراسی همون است که هر کس دیدگاه خود داشته باشه، از حزب خود، از قوم خود، از سمت خود، از زبان خود، ولی در مجموع روی مسائل اساسی افغانستان که قطع جنگ است و برقراری امنیت است و تشکیل یک نظام فراگیر که در او همه جوانب قانع باشن و راضی باشن، این نقاط مشترک است. آقای منصور، فکر میکنید که با این سرعت گفتگوها به جای برسه؟ من افغانستان تا جایی که من میبینم کشور قابل پیش بینی دقیق نیست. گاهی به صورت بسیار غیر مترقبه و دراماتیک حوادث رخ میده. من بدبین نیستم، مشکلات وجود داره، ولی در عین حال هر لحظه احتمال ازی وجود داره که جانب طالبان در برنامه خود بازنگری بکنن و به گفتگوهای سازنده سلطان بدن. شما ممکن هست که در موضعتون بازنگری بکنید اگر طالبان بازنگری نکنند؟ ما که همیشه هر جا که منافع افغانستان باشه و هر رایی که منتج به صلح و ثبات در این سرزمین شود و حقوق حقه مردم ما، حقوق بنیادی، حقوق اساسی مردم ما حفظ شود، ما همیشه آماده بازنگری و تجدید نظر هستیم. ما از جانب طالبا هم ما میبینیم که خوب است بحث بکنیم. اگر نکاتی را که ما غافل بودیم و متوجه نشدیم، خوب است شما بگوین. آقای منصور، مثلا طالبان خواهان این هستن که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان کنار بره، ممکنه که شما با این توافق بکنید؟ بحث یک فرد نه، که حتی چندین فرد اگر بنا باشه که ما یک آینده باثبات ببینیم و صلح تضمین شوه و جنگ قطع شوه، مداخلات از بین بره، من فکر میکنم که دکتر اشرف غنی نه، که چندین دکتر دیگه هم شاید آماده باشن که خود استقبال بکنن و تاریخ افغانستان شاهد این گذشته بوده.
در خیلی از موارد هم نبوده. افراد اصرار کردند که بمانند و کار به جای باریک کشیده. حداقل در 20 سال پسین ما یک وضعیت تازه را شاهد هستیم که در اینجا فکر نکنم که یک فرد یا چند فرد خلاف میل مردم و خلاف منافع آریان و کلان کشور دست به عمل بزنند. نیروهای آمریکایی باید حدود یک ماه دیگه بر اساس توافق افغانستان رو ترک بکنن. اگر چنین اتفاقی نیفته از نظر شما چه خواهد شد؟ تصمیم آمریکایی و آمریکایی ارتباط داره و من فکر میکنم که شخصا فکر میکنم سخنگوی حکومت کدام وزارتخانه نیستم. باورم هست که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به تنهایی قادر به دفاع از سرزمین و نظام هستند. منظور من این بود که بر روی گفتگوهای صلح مذاکراتی که شما دخیل هستید چه اثری خواهد گذاشت؟ اگر شما اجازه بدین من به اونجا میرسم. بفرمایید. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با شرط این که جامعه جهانی از آنها حمایت بکنه، حمایت لوجستیکی بکنه، حمایت مالی بکنه، اونا به تنهایی قادر هستن. اصل دوم هم هست که تاریخ سالهای دههای پسین افغانستان ثابت کرده که نیروهای خارجی قادر به تامین امنیت در افغانستان نیستن و من فکر میکنم که به نفع افغانستان و به نفع دوستان افغانستان است که به حمایت از نیروهای رزمی افغانستان بپردازند و این از زینه کمتری را داره و بیشتری از این جنگ های اخیر که طالبان از یک گروه کوچک تبدیل کرد به یک گروه نیرومندتر و فراگیرتر حضور سنگین قوات های امریکایی بود و بیشتر کشورها به خاطر ضربه زدن به امریکا طالبان را پشتیبانی کردند و من فکر میکنم که به هر پیمانه که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان ناروشن باشه، کشورهای همسایه را در پشتیبانی از طالبا تشویق میکنه و دامنه جنگ طولانی تر خواهد ساخت. گفتگوی بود با حفیظ منصور از اعضای هیئت مذاکره کننده با طالبان. در یک سال گذشته در کنار موضوع بازگشت طالبان به ساختار قدرت، بحث‌های زیادی درباره عملکرد این گروه، مخصوصاً عملکرد آنها در گذشته مطرح بوده. سوال بسیاری از قربانیان جنگ این است که آیا میتوان از گذشته طالبان چشم پوشی کرد؟ گفتگوی داریم با زینب مزاری که پدرش عبدالعلی مزاری رهبر یکی از شناخته شده ترین احزاب افغانستان بود و 26 سال پیش در اسارت به دست طالبان کشته شد. حالا مزاری، یک سال از گفتگوهای صلح میگذره، شما در مورد گفتگوهای صلح چی فکر میکنید؟ با سلام خدمت شما و تمام بینندگان شما و تشکر از دعوت شما. ببینید، صلح یک نیاز اساسی برای تمام جوامع بوده و برای افغانستان هم یک نیاز اساسی و مهم به شمار میره و من به عنوان یک انسان طرفدار صلح هستم و امروز مردم افغانستان هم خواهان صلح هستند. اما مشکل ایست که صلحی که ما ازش صحبت میکنیم و این مذاکرات صلحی کاملا پروژه‌ای و تحمیلی هست که بر افغانستان تحمیل میشه توسط خواست بعضی از سازمان‌ها و بعضی کشورهای بیگانه در افغانستان تحمیل میشه. همانطوری که تا دیروز جنگ در افغانستان به صورت تحمیلی و پروژه‌ای بود، تا دیروز جنگ منافعشان را تامین میکرد، امروز صلح منافعشان را تامین میکنه. در طرف دیگر من خواستم این را ذکر کنم که دو گروه مذاکره کننده طالبان و افغانستان هیچ کدام از اکثریت مردم افغانستان نمایندگی نمیکنند و این مثلا اگر یکی از این دو گروه اکثریت بود، مطمئناً امروز دیگر جنگ و صلح معنا نداشت و یک طرف مقابل شکست خورده بود و حذف شده بود.
در واقع اکثریت مردم افغانستان و جامعه افغانستان همون کسانی هستند که تجربه و خاطره تلخ و سیاه دوران طالبان را در ذهن دارند. دولت‌های خارجی هم حتی طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی ازش یاد می‌کردن و عنوان می‌کردن. در طرف دیگه قضیه، ما با این که یک نظام جمهوری و دموکراتیک خیلی خوبی داریم، چارچوب قانون اساسی بسیار خوبی داریم، ما از این نظام حمایت می‌کنیم، اما متاسفانه حکومت توانایی و اراده ای را نداشته که قوانین اساسی و قانون اساسی را تطبیق بده در جامعه و افراد گماشته و قانون شکن در داخل حکومت باعث شدن که کمر این نظام که همون نظام جمهوریت هسته در معرض شکستن قرار بگیره و مردم همون اکثریت جامعه افغانستان در یک مقایسه در یک کفه ترازو طالبان تروریست و خاطرات تجربه های تلخش قرار میدن، در کفه دیگه ترازو حکومتی که فاسد هست، متعصب هست و کمکاری ها و ناکارآمدی هایش قرار میدن و خودشان را نه عظیم دانن و نه از او و نمیتونن هیچ کدام را قبول کنن. و به این دلایلی که من ذکر کردم، من فکر میکنم که نتیجه مذاکرات نتیجه نداره و حتی اگر به صلح بیانجامه یک صلح مقطعی و شکننده خواهد بود. گفتید که صلح در مجموع ضرورت مردم افغانستان هست. اجازه میخوام که سوال شخصی تری از شما بپرسم. پدر شما به دست طالبان کشته شد در زمانی که در اسارت بود. آیا به خاطر صلح حاضرید که ببخشید، فراموش کنید؟ من برای پاسخ به این سوال فکر میکنم که اگر بخوایم از لحاظ شخصی و از لحاظ احساسی این مسئله را بگم، هر کس دیگه ای هم که در جایگاه ما باشه و این فاجعه بر سرش آمده باشه نمیتونه قاتلین پدرش را ببخشه و یا حتی این مسئله را فراموش کنه. اما در طرف دیگه قضیه، منافع مردم، مصلحت مردم و ثبات افغانستان قرار داره و من حاضر هستم که برای برقراری یک حکومت با ثبات و عدالت محور که عدالت بتونه برقرار کنه از این گذشته سیاه عبور کنم تا طفل دیگه ای در افغانستان یتیم نشوه و همچنان پدر و مادری داغ فرزندش نبینه و این فاجعه بر سرش نیاید. شما گفتید که طرفهای فعلی گفتگو از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنن. ولی خب اگر این گفتگوها به نحوی به نتیجه برسه، بعد طالبان جزئی از نظام سیاسی بشه، آیا اون نظام سیاسی رو میپذیرید در حالی که طالبان هم جزء این نظام هستند؟ اگه بخوایم میره جواب بتون، فقط در یک صورت بله هست. در این صورتی که طالبان تمام شرایط و خواستهای اکثریت مردم افغانستان را که این خواستهایش نظام جمهوری هست بپذیره و نظام جمهوری که بتانه قوانین اساسیش قانونهایش را داخل خود تطبیق کنه، من فکر میکنم در چنین فضای قانون مدار و در چنین فضای دموکراتیکی همه گروه ها از همه طرف میتونن با همدیگه با هر ایده مختلفی میتونن با همدیگه تعامل داشته باشن و با همدیگه کار کنن. مثلا شما حاضرید در چنین نظامی مشارکت کنید، فعالیت سیاسی و مدنی کنید به عنوان مثال؟ بله، من گفتم فقط به شرط ای که خواست اکثریت مردم افغانستان را بپذیره که او نظام جمهوری هست و نظام جمهوری که قانون اساسی و قوانین اساسی قوانین دیگه اش در داخلش تطبیق شود. بازم یه سوال شخصی تر، اگر شما کسانی رو ببینید که اینها دستور قتل پدر شما رو صادر کردند یا در اون نقش داشتند، به اونها چه خواهید گفت؟ خواست من این خواهد بود که جوابگوی تمام جنایت‌هایی که در افغانستان کردن جوابگویش باشن و تاوان تک تک جنایت‌هایشان را بپردازن. برای مثال یکی از جنایت‌هایشان اسیرکشی هست، اسیرکشی که نه در چارچوب انسانیت می‌گنجد، نه در چارچوب اسلامیت می‌گنجد، نه در فرهنگ این مردم جایی داره. دلیل این همه قساوتشان چی هست که این فقط بر سر پدر من نیامده، بار بار بر سر مردم مناطق مرکزی تکرار شده، مثل شواهدی که فجایعی که ما شاهدش بودیم
مثل میرزا اولنگ، مثل بامیان، مثل مزار و مثل اروزگان و اونها حتی مسافران در راه میگیرن، اسیر میکنن و به جرم ای که همتبار ما هستن اونها را به بدترین شکل شکنجه میکنن و از بین میبرتشان. این دلیل قساوت چیست؟ ما همین ده هفته اخیر مشاهد بودیم که دو نفر از ولایت میدان وردک سرچشمه اینا را اسیر گرفتن و به بدترین نحو اینا را به شهادت رساندن. دلیل این همه قساوت چیست؟ من خواستار یک محکمه هستم، محکمه ای که عادلانه باشه و بی‌طرف باشه، عدالت محور باشه. خواستار یک گروه تحقیق هستم، گروه تحقیقی که شامل اعضای بین المللی باشه، از حقوق بشر باشه، اعضای سازمان ملل باشه و حتی همون خانواده هایی که از این قضیه آسیب دیدن اونها بتونن دادخواهی کنن و در نهایت اون محکمه بتونه قضاوت کنه و با توجه به ادعای خود طالبان که دم از شرعیت میزنن با توجه به همون به جزای اعمالشان برسن. بسیار ممنونم از زینب مزاری، دختر عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان که به دست طالبان اسیر شد و هنگام اسارت هم کشته شد. در 4 سال آینده شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود. آقای عزیزی خادم در انتخابات امروز که بعد از حدود 1 سال وقفه برگزار شد، در دور دوم کیومرث هاشمی رئیس سابق کمیته ملی المپیک ایران را شکست داد و به ریاست فدراسیون رسید. اما کمترین آرا از 78 رأی مجمع به مشهورترین چهره انتخابات علی کریمی رسید. کاپیتان سابق تیم ملی در همان دور اول کنار گذاشته شد. پوریا جعفری گزارش می‌دهد. عزیزی خادم، کیومرث هاشمی، انتخاباتی که به بهانه‌های مختلف از کرونا گرفته تا رضایت فیفا از اساسنامه فدراسیون فوتبال 1 سال عقب افتاده بود برگزار شد. با تغییرات در اساسنامه این بار فرصت این شده بود که 4 نامزد از جمله علی کریمی کاپیتان سابق تیم ملی و شهاب عزیزی خادم با سابقه های کم مدیریتی بتوانند این بار شرکت کنند. علاوه بر آنها کیومرث هاشمی از اعضای کمیته انتقالی وقتی فوتبال ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تعلیق شد و فرمانده سابق سپاه مصطفی آجرلو که سابقه مدیرعاملی تیم‌های مطرحی همچون پاس تهران و تراکتور را هم داشته حضور داشتند. در پایان دور اول علی کریمی و مصطفی آجرلو از انتخابات حذف شدند. آنها به ترتیب با 9 رأی و 18 رأی نتوانستند به دور بعدی برسند. مسئله‌ای که با واکنش منفی آنها روبرو بود. یکی حرفی برای گفتن نداشت و دیگری که با شعار فوتبال پاک وارد شده بود پایبند به اصولش صحنه را ترک کرد. تشکر میکنم از عزیزی که به من رأی دادن. فقط خوشحالم از این بابت که این انتخابات رو شرکت کردم، متوجه شدم و اینو به تمام بینندگان سر تا سر جهان بیدن، همه جا که این مسابقه رو میبینم، 9 نفر توی این مجمع بودن که دوست داشتن فوتبال یه تغییرات اساسی بکنه. از این بابت هم خوشحالم، از همه شونم تشکر میکنم و امیدوارم رئیسای بعدی هم این دوستان رو اذیت نکنن و همون رویه حرفه‌ای دنبال بکنن، کمون که همه چنین انتظاری. در دور دوم اما خیلی زود مشخص شد که شهاب عزیزی خادم با حمایت بدنه اصلی هیئت‌های فوتبال استان‌ها و تیم‌های فوتبال همین مناطق شرایط بهتری دارد. عزیزی خادم اینجا با 49 رأی مقابل 38 رأی کیومرث هاشمی برنده انتخابات شد تا برای 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون جهانی فیفا معرفی شود. حالا توپ در زمین فیفاست که بارها به خاطر این عضوش به دردسر افتاده. مشکلات مختلفی که همه در راهروهای مقر فدراسیون جهانی در زوریخ از آن باخبرند. مهمترین آنها شفافیت مالی هزینه‌های فدراسیون که در سالهای اخیر پرونده‌های تخلف زیادی را باز کرده و البته مسئله عدم حضور زنان و تبعیض در استادیوم‌های فوتبال ایران. انتخاب نشدن چهره محبوبی مثل علی کریمی صدای خیلی از طرفداران فوتبال ایران را بلند کرده، ولی تغییرات اساسی در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون به نظر می‌رسد که شاید، فقط شاید، احتمال کمی وجود داشته باشد که در فوتبال ایران در پاشنه سابق نچرخد. پوریا جعفری، BBC.
رضا فاضلی مدیر برنامه ها و مشاور علی کریمی و همینطور مهدی مهدوی کیا نامزدهای ریاست و همینطور نایب رئیسی فدراسیون فوتبال از دوسلدورف آلمان با ما هستن. آقای فاضلی، این دو نفر در زمان فوتبال حرفه‌ای خودشون با شما کار میکردن، شما به اینها مشورت میدادید، کارنامه خیلی موفقی هم داشتن. شما در زمینه این انتخابات به اونها چی گفتید؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. بله، علی جون تماس گرفتن، گفتن که این کار رو میخوان بکنن و من به ایشون توصیه کردم که این کار رو انجام ندن و در انتخابات شرکت نکنن، ولی ایشون خیلی اصرار زیادی داشتن و اعلام کردن که دوست دارن به جامعه فوتبال و به فوتبالی ها خدمت کنند و اینقدر و این قضیه اصرار داشتن و شفاف بودن مثل تمام تصمیم گیری هاشون که همه فوتبال دوستان علی رو میشناسن، خیلی شفاف هستن و وارد این انتخابات شدن. و امروز من باید بگم به علی کریمی و مهدی مهدوی تبریک میگم که این دردسر بزرگ از سرشون باز شد و به فوتبال ایران و کل جامعه فوتبال ایران تسلیت میگم. خب چرا موافق نبودید برای اینکه در انتخابات شرکت کنند؟ به خاطر اینکه از دیدگاه من بیشتر انتصابات تا انتخابات. من خودم البته 16-17 ساله که با فوتبال ایران هیچ رابطه نزدیکی ندارم، ولی طبیعتاً برام روشن بود که همچین شخصیت‌های خیلی شفاف و برندهای بین المللی رو اصلا اجازه ورود بهشون نمیدن و حتی کاندید شدنشون برای من که قبول کاندید شدن علی جون برای من خیلی قابل تعجب بود و خب انجام شد، ولی امروز خب نتیجه گرفته شد و من از دیدگاه من علی کریمی به عنوان برنده از این انتخاب اومدن بیرون که یک نفر باید خودشون رو نه اینکه قربانی میکردن ولی نشون میدادن که کاردان جایگاهی در کار اصلی خودش نداره و بالاخره یک فوتبالی در فوتبال جایگاهی نداره. در هر صورت در رقابتی شرکت کرده بودن و طبعا میخواستن که برنده بشن. در خیلی از مسائلی مشابه این رسم هست که معمولا با کاندیداها وارد گفتگو میشن، وارد ائتلاف میشن. آیا هیچ راهی برای علی کریمی وجود داشت که متوسل بشه و برنده بشه؟ علی کریمی و هم مهدی مهدوی کیا شیوه همیشگی زندگیشون رو انتخاب کردن در این راستا و شیوه زندگیشون همیشه خیلی صداقت زیاد بوده و حرفه‌ای‌گری بوده. به خاطر همینم من فکر کنم علی خیلی با صراحت اعلام کردن که در مناظره‌ای که ضبط شده باشه و بعد حالت کات شده به جامعه ارائه بشه شرکت نخواهند کرد و در فضای مجازی بیشتر برنامه‌هاشون رو ارائه دادن که خب از اونم جلوگیری شد و نذاشتن پخش بشه. ولی علی اصولا کسی نیستش که به استانها برن و با رؤسای هیئت‌های فوتبال صحبت بکنن، چون اکثر اونام منصوب رئیس فدراسیون هستن و طبیعتا فکر میکنم کار خودشون رو انجام دادن و اگه یه آمارگیری از تمام متخصصین فوتبال بشه، تمام دوستداران فوتبال رو نمیگم چون اون آمارگیری روشن در خبرگزاری ها و فضای مجازی ایران هست، بیشتر از 96% به علی کریمی رأی دادن و حتی هم متخصصین هم این سوال میشد همین حالت بود. بسه. و برای من جای تعجب داره که این 48 نفر که خب رأیشون مشخص بود ولی اون 16 نفر از خانواده فوتبال بر ضد این فوتبال پاک رأی دادن غیرقابل انتظار. خیلی خوب آقای فاضلی، رأی گیری انجام شده، مکانیزمش هم مشخص بوده. آقای کریمی در مناظره شرکت نکردن، گفتید که در فضای مجازی هم نتونستن تبلیغ بکنن، وارد این زد و بندها و ائتلافها هم نشدند. وزیر ورزش میگه که پاکترین و شفافترین انتخابات ممکن برگزار شده و نتیجه غیر از این هم نمیشد انتظار داشت. از دیدگاه من شفافیت اصلا وجود نداره، به خاطر اینکه بزرگترین مشکل فوتبال ایران در سالهای گذشته شفافیت بوده
و ما اولا فدراسیون فوتبال ایران نمیتونیم با فدراسیون فوتبال کشورهای حرفه‌ای مقایسه کنیم، چون اصلا اون ساختار وجود نداره. برای مثال ما نمیتونیم صنعت فرش بافی ایران که جزو بهترین هاست در دنیا با فرهنگ فرش بافی اروپا مقایسه کنیم. به این ترتیب ما باید ببینیم تو ساختار فوتبال فدراسیون ایران یا در کل فوتبال ایران بزرگترین مشکل چیه. شفاف سازی و فسادهای مختلف است و اولین قدم برای مبارزه با این قضیه یک انتخابات کاملا آزاد و شفاف بود. از دیدگاه من رأی میلیون ها که نبود، 70 خورده‌ای، حالا 80 نفر هستن. این 80 نفر خیلی با شفافیت باید رأیشون رو اعلام میکردن و با 3 جمله کوتاه هم دلیل به کاندیدی که رأی دادن رو معرفی میکردن، چون در طی 4 سال اخیر مسئول این قضیه هستن. ولی کسی اجازه نداره حتی تلفن همراهش رو ببره، کسی اجازه نداره از رأیش عکس بگیره. این نمیتونه شفاف در این انتخابات باشه. در از دیدگاه من برعکس این شفاف یعنی که رأی رسمی اعلام بشه، آقای ایکس به این رأی دادن به این دلیل، آقای ایگرگ به این، و هم قابل احترام. ولی این قضیه نبود و شاید به خاطر همینه که این 78 نفر نماینده های مردم هم رأی مردم 96% به علی کریمیه. آقای فاضلی وقتمون خیلی کمه، سوال آخر رو مایل بودم از شما بپرسم که گویا علی کریمی گفته در ایران خیلی انگیزه براش نمونده، آیا منظور این است که او دیگه آینده خودش رو در خارج از ایران میبینه؟ کوتاه لطفا. ایشون خب خیلی دوست داشتن به فوتبال ایران خدمت کنن، همونجوری که خدمتتون عرض کردم. حالا در آینده چه خواهد شد؟ بله من مطمئن هستم که اون جایگاه خودشون رو خواهند داشت، حالا که در خونه خودشون نخواهند این جایگاه رو داشت در جای دیگه خواهند داشت. و آخرین جمله‌ای که میخوام بگم، اکثر اساتیدی که در فیفا هستن طی صحبت‌هایی که بود همه از کاندیداتور علی کریمی خیلی حمایت میکردن و خوشحال بودن که یک شخصی مثل ایشون بشن که بتونن خیلی راحت همکاری بکنن. ولی از قرار معلوم ساختاری که در 12 سال اخیر گیر فوتبال ایرانه موافق این قضیه نبودن و دوست داشتن به رویه سابق خودشون ادامه بدن. امیدوارم که موفق باشن ولی خیلی بعید خواهد بود. بسیار ممنونم از رضا فاضلی مدیر برنامه‌ها و مشاور علی کریمی. ممنونم از شما که این 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید.